چهارمین روز مهر ماه برابر با 26 سپتامبر سال 32 پیش از هجرت برابر با 590 میلادی، آغاز سلطنت خسرو پرویز، یکی از معروفترین پادشاهان سلسله ساسانیان که بعد از مرگ هرمز چهارم به سلطنت رسید. وی در دوران سلطنتش توانست مناطقی از آسیای صغیر، فلسطین، شام و مصر را به تصرف درآورد و قدرت خود را گسترش دهد. از حوادث مهم دوران سلطنت خسرو پرویز، ظهور پیامبر اسلام در مکه و نگارش نامه‌ای توسط او برای خسرو پرویز بود. از دیگر حوادث زمان حکومت خسرو پرویز، جنگ‌های طولانی مدت وی با امپراتوری روم بود که به جهت حمایت از امپراتور مقتول روم که حامی پادشاه ایران بود آغاز شد و بعد از 24 سال خاتمه یافت. سال 1266 خورشیدی برابر با 1887 میلادی، اختراع زبان بین المللی اسپرانتو توسط لودویگ زامنهوف، لغتشناس روسی. اسپرانتو زبانی بین المللی است که به وسیله جزوه‌ای با نام یک زبان جهانی که مؤلف آن امضای مستعار اسپرانتو را برای خود انتخاب کرده بود معرفی گردید. این اسم مستعار که در زبان جدید به معنی امید است را یک پزشک لهستانی به نام لودویگ زامنهوف انتخاب کرده بود و همین نام بعدها به خود زبان مزبور اطلاق شد. این زبان دارای دستور زبانی بسیار آسان است و تنها 16 قاعده دارد. زبان اسپرانتو زبان تفاهم بین المللی است که برخلاف زبانهای دیگر به هیچ گروه، فرقه یا ملتی تعلق ندارد. این زبان طبق آخرین روشهای کدگذاری علمی ساخته شده است تا همه مردم جهان، حتی افراد کمهوش یا نابینایان و ناشنوایان نیز بتوانند آن را به آسانی یاد بگیرند و با هم تفاهم برقرار کنند. امروز متوجه شدند که اسپرانتو بهترین زبان برای کار کامپیوترها و ماشینهای ترجمه است و سریع ترین، ارزان ترین و مطمئن ترین وسیله انتقال اطلاعات علمی به سراسر جهان، به ویژه برای کشورهای کم درآمد و کمتر توسعه یافته است. این کشف و ابداع مانند هر اکتشاف و ابداع علمی دیگری در طول بیش از 100 سال گذشته توسط صدها زبانشناس، شاعر و نویسنده از کشورهای مختلف جهان تکمیل شده است. این زبان دارای 29 حرف الفبای اسپرانتوس که از لاتین گرفته شده و به صورت استاندارد در آمدند. هر حرف فقط یک صدا دارد و هرچه نوشته شود همان با تلفظ استاندارد خوانده می شود. حرفی که نوشته شود و خوانده نشود در اسپرانتو وجود ندارد و هر قاعده از این زبان دارای یک علامت یا کد شناسی در خود کلمه است. همچنین فراگیری این زبان را 10 بار آسان‌تر از زبان‌های دیگر می‌دانند. مرکز جهانی اسپرانتو در بندر روتردام هلند قرار دارد و دارای بیش از 3500 شعبه در 110 کشور جهان است. همچنین بالغ بر 22 برنامه رادیویی از خاور دور گرفته تا اروپای شرقی، غربی و آمریکای جنوبی مرتباً به زبان اسپرانتو پخش می‌شود. با وجود استقبال ملل دنیا از زبان اسپرانتو، به علت مخالفت دولت‌های انگلیسی زبان اسپرانتو بین‌المللی نشد.